بچه سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه توی این جلسه یه پلان دیگر رو هم با هم ایراداتش رو بررسی میکنیم این پلان حدود 130 متر مربع هست من عباد اندازه درستی ازش ندارم ولی بچه برای اینکه که بخوایم به صورت کلی یه مقیاس درست از قسمت های مختلف نقشتون داشته باشیم میتونیم از گیریده های فوتوشاپ کمک بگیریم فرزن نقشه داریم مثل این نقشه عباد اندازه درستی در اختیارتون نیست میتونی از گیریدا استفاده کنی من میام توی این قسمت تو بخش ویو تو بخش ویو نرم افزار فتوشاپ و تو بخش شو میام این تیک گرید رو فعال میکنم این گرید رو که فعال کنم حالا بستگی به تنظیمات صفحه شما داره تنظیمات صفحه خود فتوشاپتون داره که این گریدا چه سایزی باشن برای من میبینین که به این شکل شما اینجا دیگه میتونید به صورت تقریبی اندازه رو حد بزنید فرزن یه بخش نقشهتون رو در نظر میگیری یه بخشی که میدونید عباد اندازش چقدره و با این مربعه هایی که اینجا داریم با استفاده از گریدا ایجاد شده با این مربعه ها مقایسه میکنید فرزن من میدونم که آقا اینجا بذاری من بیام روی این صفحه من میدونم که ابعاد اندازه یه رنگ دیگر رو هم انتخاب بکنم ابعاد اندازه در مثلا عرضش 90 یا حالا بین 90 تا یه متر دیگه حتی در 80 سانتی هم داریم فرزن اینو من در نظر میگیرم 90 بذاری سایزشم بزرگتر بکنم این قسمت 90 سانته حالا همون فرزن یک متر در نظر میگیریم ببینید اینجا یکی و نصفی از این مربعه رو این در به خودش اختصاص داده از اینجا کامل مشخصه که یکی و نصفی از این مربع رو به خودش اختصاص داده یا فرزن بخش آشپزخونه عرض هر کدوم از این کانترهایی که ما این قسمت داریم 60 سانتی استاندارد 60 سانتی متر هست دیگه حالا میام کل اینا رو انتخاب میکنم من تو نرم افزار فتوشاپ میام اینا حرکت میدم ببینید هر کدوم از این مربع ها تقریبا 60 سانتی متر هست و ما میگیریم 50 سانت هر کدوم از این مربع ها رو چون میخوایم اندازه تقریبی به دست بیاریم دیگه میخوایم فضاوندی رو مشخص بکنیم آه. پس شما در نظر میگیرید هر کدوم از این مربع ها 50 سانت هست فرزن نهارخوری من اگر که بخوام نهارخوری رو حساب کنم ببینم چه فضایی رو اشغال کرده ببینید یکی دو تا سه تا چهار تا دو متر تقریبا یک و نوت یک و نوت یا دو متر رو اینجا طولی اشغال کرده ارزم اگه بخوام دقیق حساب کنم من اینا رو حرکت میدم که دقیقا از خط شروع بتونیم حساب بکنیم یک دو سه تقریبا یک و نیم متر ارزش هست فضایی که کل این میز نهارخوری اشغال کرده خب بریم سراغ ادامه کار اول توی پلان ایراداتش رو با هم میبینیم بعد دیگه بخش به بخش اصلاحاتش رو انجام میدیم من با بخش ورودی شروع میکنم توی این قسمت ببینید این ورودی ماست اینجا ورودی ماست که یه ورودی عجیب رو داریم با اینکه پلانمون تو اکثر زاویه ها میبینیم که 90 درجه هست ولی خب اینجا از زاویه 45 استفاده کرده. این قسمت ببینید، تمام هایی که ما تو پلان داریم زاویه 90 درجه هست و هیچ اجباری به استفاده از زاویه 45 نیست و میبینیم که توی بخش‌های مختلف از زاویه 45 درجه اینجا استفاده شده توی این قسمت، در قسمت ورودی اینجا 45 رو داریم پشت اتاق 45 رو داریم و نباید به این شکل باشه دیگه پلان مستطیلیه و نیازی نیست که شما از دیوارای زاویه دار استفاده کنید مگر توی سری ترهای خاص که خب این پلان شاملش نمیشه بخش آشپزخونه خیلی ایراد داره لوکیشن جزیره اصلا خوب نیست زاویه‌ای که نسبت به بخش داینینگ روم یا همین ناهارخوری داره میبینیم که زاویه مناسبی نیست فضای پرت زیاد داره این قسمت ها ببینیم این قسمت ها فضای پرتی که با قرار دادن جزیره توی این قسمت ایجاد شدن چیدمان اپلاینس اصلا خوب نیست توی این قسمت ها چیدمان مناسبی رو نداریم اپلاینس بچه به وسایل برقی خونگی اپلاینس میگم مثل فر، ماکروفر، یخچال، اجاغگاز اینا اپلاینس هستن بخش اتاقها اتاقها به مستر اینجا ورودیش میبینیم که کاملا به سمت نشیمن باز میشه و شخصی که توی نشیمن هست کامل به قسمت اتاقها دید داره که خب این حالت ایدئالی نیست ممکنه حالا توی یه سری از پلانا مجبور بشیم که به این شکل چیدمان را انجام بدیم ولی خب این حالت حالت ایدئالی نیست و بهتری که ارتباط نشیمن اتاقها به این شکل نباشه یه بخش دیگر رو هم توی قسمت لاندری داریم یا همون رخشورخانه که این بخش رو میبینیم باز با همین زاویه ها هدر رفته و خب نیازی به طراحی به این شکل ما توی این پلان نداشتیم خب بریم برای اصلاح این پلان من اول نقشه اصلی رو یه مقدار کم رنگ میکنم این اصلاحاتی که من انجام دادم میام اون نقشه که خودم ترسیم کردم رو آم میکنم لایش رو آم میکنم ببینید تو این قسمت من سرویس بهداشتی رو دقیقا تو همون حالتی که هست نگه داشتم تغییر ندادم اینجا بذارین براشم رو اینجا فعال بکنم رنگ قرمز بش بدم سرویس بهداشتی رو من تو همون حالتی که هست نگه داشتم یه فضای خالی کنارش اینجا بذارید این رنگ قرمز رو نگرفت کنارش اینجا نگه داشتم و حالا بهتون میگم که توی ادامه بهتون میگم که میخوام با این فضا چه کاری رو انجام بدم کمد اتاق رو از این قسمت برداشتم اینجا کمون هست میشه و دیوار اتاق رو از اینجا در نظر گرفتم ببینید این قسمت میشه دیوار اتاق من این قسمت این بخش میشه دیوار اتاق و تختی که اینجا هست تخت رو هم من از این قسمت بر میدارم تخت رو اینجا قرار میدم حالا این دیوار رو هم که میبینین این دیوار رو من جابجا جا کردم به سمت بخش داینینگ روم یا همون نارخوری نزدیک کردم چون وقتی که ما بخش آشپزخونه رو تغییر بدیم و این زاویه های 45 درجه رو نداشته باشیم و جزیرمون هم به این شکل نباشه دیگه نیازی به یه همچین فضای خیلی بزرگی برای بخش داینینگ روی هم نارخوری نداریم و به جاش خب فضای اتاق بزرگتر میشه و میتونیم یه کمد سرتاسری رو ببینید این قسمت داشته باشیم من اینجا رو فرزن 60 در نظر میگیرم و اینا در دیگه این قسمت هم دره که به این شکل باز میشه و اینجا ما یه کمد با عمق شستا رو میتونیم داشته باشیم و حتی این شستا رو این خط رو ادامه بدم امتداد بدم تا اینجا خارج از اتاق هم این کمد رو داشته باشیم و این قسمت رو به عنوان لینن کلازت یا همون کمد هوله ها در نظر بگیم کلازت به کمد هوله ها لینن کلازت میگن که میتونید به کارفرما حالا اصلا پیشنهاد بدین که کلا این فضا رو میخواد داخل واحدش داشته باشه یا نه ولی خب صرفا من اینجا به عنوان معرفی این فضا رو به عنوان لینن کلازت در نظر گرفتم برای اتاقم اگر شما یه فضایی داشتین که مستطیلی بود فرزن به این شکل بود و کارفرما هم تلویزیون میخواست روبروی تخت مثلا اینجا فرزن تلویزیون رو شما بذارید و هم کمود زیاد ببینید دیگه شما کمودا رو این بغلا نمیتونید بذارید چون خب به زور تخت و این دوتا نایت تیبلی که میخواید استفاده بکنید اینجا جا میشه در نتیجه سمت چپ و راست شما نمیتونید کمود بذارید میتونید روی همون دیوارایی که در واقع تخت یا تلویزیون رو قرار میدید رو همون دیوارا کمود رو بذارید و تو این حالا تلویزیون یا تخت میره تو دل کمد قرار میگیره بذاری من تو این قسمت تو فضای فتوشاپ سعی کردم یه جوری بهتون نشون بدم فرزن این تخت این دوتا نایت تیبل ها هستن و ما میخوایم اینجا فرزن کمد در نظر بگیریم میایم اینجا من اینو میارم بالا این قسمت ببینی این قسمت, این قسمت باید البته نقطه چین باشه حالا بذارید صاف بکشم میخواستم اون قسمت هایی که در واقع تو دل کارم هست بهتون نشون بدم ولی بذارید اول کلیتش رو بهتون نشون بدم به این مثلا این ارتفاع کل اتاق کمد اینجا میره عقب اندازه کمد دیگه استانداردش اگر که بخواد از زمین فاصله داشته باشه و رو هوا باشه چهله مثل کابینت های هوایی که ما توی آشپزخونه داریم دیگه بیشتر از چهل درد سر سازه یعنی خیلی دیگه در واقع باید برای سازه تعیین بکنید داخل دیوار اگه فرضا میخواین پنجاه تا یا شست تا باشه باید سازه براش تعیین بکنید داخل دیوار اگه مثلا این دیوار باشه من از نیم رخ دارم دیوار رو میبینم اینم فضای تخت شما باشه این کمد باشه مثلا 60 تا باشه عمقش شما اینجا باید یه ال در نظر بگیرید با رنگ آبی نشون بدم اینجا یه ال یا براکت همون یه براکت باید داخل دیوار بذارید حالا اگه دیوارتون کناف باشه یا دیوار اتاق هنوز ساخته نشده باشه خیلی راحت میتونید این کار رو انجام بدید یه براکت اینجا در نظر بگیرید اگر که توی طول زیادی باشه که فرزن دو تا سه تا براکت نیاز دارید به این شکل اگه طولش خیلی زیاد باشه که کابینت بیاد روی این قرار بگیره روی این براکت ها قرار بگیره در واقع وزنش روی این براکت ها باشه ولی اگر همون عمق چهل رو شما بخواین اگه همون عمق چلو بخوایم مشکلی نداریم من میام دوباره اینو قرمز در نظر میگیرم این میشه روبرو این میاد اینجا پایین اینم که سطح زمین ماست ببینید کابینت به این شکل میشه حالا اینو کوموت میشه دیگه این فرزن یک کمود بذارید از امتداد همین برم این یک کمود میشه این یک کمود دیگه سایز اینا دست خودتونه که به چه شکل این بخش رو طراحی بکنید ولی حالا چه واحد خودتون چه حالا کار طراحی که گرفتید و میخواید به این شکل کار بکنید بهترینه که عمقش رو چهل بگیرید و بیشتر از چهل نباشه چون خب درد سر ساز دیگه و مشکل به وجود میاد اینم میره عقب اینم میاد فرزن اینجا چهل تا این فضا فضای تو خالیه که این بخش داخلش قرار میگیرن در واقع کسی که فرزن اینجا خوابیده و بالا رو نگاه میکنه این سخف رو میبینه شما حتی میتونید اینجا نور مخفی هم کار بکنید مثلا این قسمت کامل نور مخفی باشه یا اگر که اینجا تخت نبود فرزن تلویزیون رو خواستیم قرار بدید کمود روبروی تخت قرار گرفت میتونید حالا دقیقا همین حالت رو داشته باشید با این تفاوت که دیگه ما تخت نداریم و تلویزیون رو داریم یعنی اینجا من میام یه قاب برای تلویزیون در نظر میگیرم و توش رو خالی میکنم این قسمت تلویزیون میشه و دیگه فکر میکنم متوجه شدید دیگه بیشتر از این روش کار نکنم این قسمت تلویزیون میشه اینا کامل تغییر میکنه این بخشها کامل تغییر میکنه اینا فرز میاد پایین اینا اینجا بسته میشه اینم هم به همین شکل کمد به این شکل قرار میگیره و این قسمت زیر رو هم شما میتونید باز تو پر در نظر بگیرید پس به این شکل اگر فضای مستطیلی شکل داشتید میتونید به این شکل ازش استفاده بکنید حالا یا سمت تخت باشه یا سمت تلویزیون کمدی که میخواین داخل اتاق داشته باشید تو این قسمت هم من یه سلایدینگ دور قرار دادم برای اینکه این, این فضا یه مقدار پرایوت بشه و وقتی که این در بسته میشه Uh, یه سرویس اختصاصی رو برای این اتاق داشته باشیم تخت رو هم اینجا قرار میدم برای اینکه دیگه uh, تموم بکنم کار این اتاق رو کامل تموم بکنیم و نایت تیبل های چپ و uh, راست و تو این بخش هم من میتونم uh, بخش ورودی تو بخش ورودی هم من میتونم این قسمت یا یه کنسول داشته باشم اینجا ببینیم اینجا من میتونم یا یه کنسول رو بذارم یا کلا یه بنچ قرار بدم برای اینکه این فضا رو هم تکمیل بکنم بخش انتری یا کمد ورودی رو هم من اینجا قرار میدم میام قسمت رخشور خانه رو به دو قسمت تبدیل میکنم چون اینجا کلوزت اصلا نداریم دیگه و این قسمت رو به عنوان قسمت انتری کلوزت در نظر میگیرم این دیوار رو هم میتونم کلا بردارم و اینم در رخشورخانه میرسیم به قسمت آشپزخونه که بزرگترین تغییر رو ما میشه گفت توی این یونیت بخش آشپزخونه رو داریم که بیشترین تغییر رو روش انجام میدیم من میام اینجا این قسمت رو به طور کلی کابینت آشپزخونه در نظر میگیرم بچه ها اینو جلسات قبلی بهتون گفتم شما اول از همه باید یخچال رو قرار بدید داخل آشپزخونه چون بزرگترین اپلاینس هست و بعد دیگه قسمت های دیگه من یخچال رو اینجا قرار میدم رو این قسمت و اجاق گاز رو دقیقا وسط این بخش که بتونیم سمت چپ و راستش کابینت های زیادی رو داشته باشیم این قسمت رو من به عنوان جزیره در نظر میگیرم اوکی ما به این نتیجه رسیدیم که هر دو تا از این مربع های کوچیک فکر می‌کنم حدوده 90 سانت و میام این جزیره رو مثلا سه تا چهار تا از این مربع ها در نظر میگیرم که 180 سانت جزیره داشته باشیم البته این ارزش الان کم شد اگه این 90 تا باشه دو تاش من از اینجا جزیره رو باید شروع بکنم بیام اینجا و اینجا تمومش بکنم این قسمت ها در نظر میگیریم برای کسایی که میخوام تو این بخش بشینن تو بخش آشپزخونه حالا ما اینجا یه واکین کلازت داریم من میام درش رو تغییر میدم میام اینو تبدیلش میکنم به پنتری همون انبار برای آشپزخونه چون بهترین فضا برای قسمت آشپزخونه میتونه این قسمت باشه و همینطور که میبینیم این فضایی که اینجاست فضایی که بلا استفاده مونده من میتونم این فضا رو کوچیک بکنم این قسمتی که برای واکینگ کلوزت بود میتونم این قسمت رو بیام کمود در نظر بگیرم کامل به صورت سر سری و گفتم اگر که تی تیوی نیاز بود توی این اتاق که میتونیم تیوی رو تو دل کمود قرار بدیم یا حالا اگرم که تیوی نیاز نبود که ازش استفاده نمیکنیم ولی بخش واکینگ کلوزت رو من اینجا هست کردم و این قسمت رو به عنوان پنتری در نظر میگیرم و اینم میتونه در این بخش پنتری باشه که بتونیم به عنوان انبار آشپزخونه ازش در واقع استفاده کنیم این بخش رو به عنوان نهارخوری که البته تغییری توش ندادیم ولی من میام نهارخوری که اینجا در نظر میگیرم اینجا افقی قرار داده میزه نهارخوری رو من به شکل عمودی اینجا در نظر میگیرم این نهارخوری رو و حالا تغییری که ایجاد میکنم تو بخش نشیمن ببینید ما اینجا برای اینکه بخوایم تیوی رو قرار بدیم تنها جایی که میتونیم استفاده کنیم اینجاست چون این قسمت خب قسمت مناسبی نیست این قسمت قسمت مناسبی نیست و فقط میتونیم به این شکل اینجا استفاده کنیم یا کار دیگه ای که میتونیم انجام بدیم من میتونم یه دیواره مثلا با عرض سی سانتی رو اینجا قرار بدم به عنوان دیواره شومینه ما اگر بخویم شومینه الکلی استفاده بکنیم حداقل ارز رو باید سی سانت در نظر بگیریم و اگر شومینه گازی باشه خب باید چهل سانت حداقل ارز رو در نظر بگیریم طولش حالا دیگه دست خودمونه من با طول حدود دو چهل در نظر میگیرم میتونم تیوی رو اینجا قرار بدم و یه کنسول هم اینجا داشته باشم پشت این در واقع دیواری که اینجا ایجاد میکنم که این فضای نارخوری و نشیمن رو کلا جدا بکنم و این قسمت ها بشه در واقع مبلایی که تو این قسمت میتونیم بذاریم تو بخش نشیمن حالا اگر اینجا تلویزیون رو ما قرار بدیم من ابتدای جلسه هم گفتم اگر که به این شکل باشه فرزنگ یه مبل ال اینجا داشته باشیم میتونه کامل اون شخصی که تو نشیمن نشسته کامل به در و اتاق مسلطه و در واقع اگه تخت ما رو این قسمت باشه کامل به تختی که توی این اتاق خواب هست مسلطه و گفتم این حالت مناسبی نیست در نتیجه اگر بخوایم نشیمن رو تو این قسمت استفاده کنیم یعنی جای نشیمن رو تغییر ندین بهتره که از همون دیواری که تیوی رو روش قرار یعنی این نقشه استفاده بکنی که خب مبلمان به بخش اتاق خواب مسلط نباشه حالا اگر که من بیام این دیوار رو تیوی قرار بدم و فرزند دوتا مبلم اینجا بذارم یه نشیمن خصوصی رو اینجا ایجاد بکنم یه ایرادی که داره این تلویزیون روی دیوار و که گفتم جلسات قبلی بهتری که ما این حالت رو نداشته باشیم و بخشی که تیوی هست تا جایی که میشه دور از بخش اتاق خواب باشه پس در بهتر اینه که میگم اگر میخوایم خیلی تغییرات تو این نقشه ندیم بهتری که از این جسمن برای فضای کتاب خونه استفاده بکنیم بخش هموم مستر هم من میگم این وان رو تا انتها در نظر میگیرم در سر جاش باشه تغییر خاصی من توی بخش سرویس مستر ایجاد نمی کنم چون همه چی مناسبه و تنها کاری که انجام میدم همون تیوب یو وان رو تا انتها در نظر میگیرم بچه من کامل دیوارا رو جابجا جا نکردم خب چون ما توی بازسازی هم به همین شکل عمل هم میکنیم هدفمون اصلاح پلانه و همینطور تا جایی که میشه کمترین هزینه رو در نظر میگیریم برای کارفرما اینکه همه دیوارا رو تخریب بکنیم و دوباره فضابندی بندی از نو انجام بدیم خب میشه گفت برای بخش بازسازی مناسب نیست ولی شما به عنوان تمرین حالا هر طور که خواستی میتونین عمل کنین اگر خواستی میتونین کامل دیوارا رو برداریم فضابندی رو از ابتدا در نظر بگیریم من یه فایلی که براتون میفرستم مبلمانی که براتون میفرستم اسکیل شده هست میتونین مبلمان رو جا بدیم که اصلا اون فضا رو میشه ایجاد کرد یا نه با استفاده از اون مبلمان حالا میز نارخوری جزیره مبلمان نشیمن من اینا رو براتون تو فایل فوتوشاپی که براتون میفرستم یا حالا عکس جی پی که براتون میفرستم در نظر میگیرم هر کدوم از این مربع ها رو هم ما گفتیم که حالا یکیش یا دو تاش الان خاطرم نیست 90 سانتی متر دوتاش دو تاش دو تاش 90 سانتی متر و میتونیم با استفاده از این بخش کارتون رو انجام بدیم و بهترین اصلاح رو از نظر خودتون روی این پلان داشته باشین اینو جلسات قبلی گفتم بازم میگن این بهترین اصلاح نیست ولی خیلی بهتر از نقشه قبلی هست شما هم همین کار رو انجام بدین کار کنین تمرین کنین یه جلسه دیگه ما اصلاح پلان رو داریم و بعد دیگه بخشای دیگه خیلی ممنونم که وقت گذاشتین امیدوارم که موفق باشین